بسم الله الرحمن الرحیم. خب امروز رسیدیم به داستان سراقت ابن مالک رضی الله عنه. کسی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم یه روز رو بهش کرد نظر چیه اگر یه روزی تو لباس اون گرانبها و مخصوص پادشاه فارس کسرا رو به تن بکنی؟ ببینیم داستان چی هست و ایشون کی هست اصلا. در واقع نگاه کنید، زمانی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم تصمیم گرفتن هجرت کنن، خب برنامه ریزی این گونه شد که علی رضی الله عنه در بستر ایشون بخوابن، در خونه ایشون باشن تا دشمن متوجه نشه که ایشون خونه خودش رو ترک کرده. و این برنامه ریزی بود که تا دشمن فریب بخوره، چرا که اونها مترصد بودن ببینن که آیا پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم کی میخواد از مدینه خارج بشه، تا همون لحظه حمله کنن و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم رو بکشن. این بود که پیامبر با ابوبکر برنامه ریزی کردن که از مدینه هجرت کنن. ابوبکر بالاخره شطوری خرید و امکاناتی آماده کردن، راهنمایی گرفتن، با پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم شبانه از مدینه خارج شدن. این داستان ببخشید هجرت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هست. حالا ببینیم لحظه‌ای که پیامبر خب شب هجرت کرده و اینها یه دفعه متوجه شدن پیامبر در بستر نیست و علی رضی الله عنه در بستر پیامبر خوابیده، خیلی عصبانی شدن قریشیان. صبح که متوجه جریان شدن که چه اتفاقی افتاده که بیایید که از دست ما محمد صلی الله علیه و سلم رها شده و رفته، ابوبکر هم باهاش همراه شدن، اینی که اینها با هم نشستند و تصمیم گرفتن که چه باید بکنیم تا محمد رو ما بتونیم دستگیر بکنیم. تمام خونه های که وابسته به بنی هاشم بود در مکه شروع کردن گشتن ببینن محمد در کدوم یکی از این خونه ها قرار داره، شاید پنهان شده باشه، و خونه های یارانش رو میگشتن. به منزل ابوبکر رفتن و ببینن میان محمد صلی الله علیه و سلم نیست. وقتی رفتن به منزل ابوبکر رضی الله عنه، اسما دختر به ابوبکر در خونه رو باز کرد. ابو جهل بهش گفتش که بابات کجاست دختر؟ با همین لحجه تندی گفت من نمیدونم الان اون کجاست، لا ادری اینه هو الان، دروغ هم نگده، الان نمیدونم اون کجاست. دستشو بلند کرد و محکم ابو جهل با شدت زد تو صورت اسما دختر ابوبکر، به گونه که این گوشوارش کنده شد و افتاد روی زمین. و رهبران قریش خیلی دیوونه شده بودن، خیلی عصبانی شده بودن و دیگه حالا مطمئن شدن محمد مدینه رو، تی مکه رو ترک کرده. این بود که سپاهی رو آماده کردن تا با یک ردیابانی که بتونن ردیابی کنن محمد در کجا هست و در چه شرایطی قرار گرفته، و تمام در تمام راهها مأمور فرستادن برای اینی که بتونن محمد صلی الله علیه و سلم رو پیدا بکنن و دوستش ابوبکر صدیق رو. و به هر جایی سر می زدن، به هر غاری می رفتن، به هر کوهی سر می زدن در اون اطراف که شاید محمد تا اونجا باشه، که با دوستش اونجا پناه برده باشه. و شرایط خیلی حساس بود و حتی اینها به نزدیک اون غاری که پیامبر با ابوبکر در اون قرار داشتن رسیدند، و طوری رسیده بودن که دیگه اشراف داشتن، یعنی پیامبر و ابوبکر در اون غار بودن، اینها دیگه در بالای سر اونها اشراف داشتن، که دیگه ابوبکر وقتی این صحنه رو دید دیگه احساس کرد که دیگه واقعا خیلی شرایط نگران کننده بود، نگران پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بود و غم و اندوه گرفته بود، حتی نقل شده از چشمانش پر اشک شد. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم وقتی که این صحنه رو دید خیلی با آرامش رو به ابوبکر کرد، ابوبکر نگران نباش. ابوبکر گفت من نگران حال شما هم. گفت نه نگران نباش، حواست جمع باشه، هیچ اتفاقی نمیفته. ابوبکر صدیق گفت من برای خودم یا رسول الله گریه نمی کنم، من می ترسم که خدای نکرده برای شما اتفاق بیفته. اینا حالا یواش یواش با هم صحبت میکردن. رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفت لا تحزن یا ابوبکر، ای ابوبکر اندوهگین نشو، فان الله معنا، خدا با منم هست با تو هم هست. حزن غم و اندوهی رو میگن که انسان یک نگرانی داره برای اتفاقی که میخواد بیفته، این با ترس فرق میکنه. برخی اومدن میگن ها ابوبکر ترسید فلان، نه ولی این حزنه، حزن یعنی غم و اندوه، کسی عربی بدونه. ضمن این که تازه اگر انسان بترسه هم عیبی برای انسان نیست، انسان ترس سبب نجات انسانه. موسی علیه السلام که پیامبر خدا هست، پیامبر اولی العزم، اونجا که قرآن میگه وقتی که عصا رو انداختن موسی ترسید رفت عقب، خدا گفت لا تخف، موسی نترس، ولق عصاک، عصات بنداز. خدا نسبت به موسی علیه السلام یه کلمه خوف رو به کار برد،
ترس راحتن. تازه من گفتم اگر هم در این آیه قرآن می اومد که حتی پیامبر به ابوبکر گفت لا تخف، نترسم، در شأن و منزلت ایشون چیزی کم نمیشد. ضمن اینکه این حزن به شأن و منزلت ایشون اضافه میکنه. یک انسانی که خیرخواه دلسوزه، این حزن و اندوه در قلبش هست. جدا از اینی که در دنبالش میگه که ان الله هم معنا، خدا با ماست. همین آیه 100 سوره توبه همینجاست که دیگه میبینین که قرآن نقل میکنه همین صحنه رو. یادتون میارید اون روزی که پیامبر با اون دوستش صاحبش رفت در غار بودش و رو گفته بهش که لا تحزن ان الله هم معنا، و این دیگه از این فضیلتی واقعا بالاتر اینی که خدا با ماست، نمیگه با منه. اونجا موسی علیه السلام وقتی میخواد عباسیز بگه، میگه خدا با منه، نمیگه با شما پیروان من هست، چون عباس اونها تخلف میکردن. اما ابوبکر دیگه یار صمیمی پیامبره، کسی کنار پیامبره. حالا اینو گفتم برای اینکه برخی بد استفاده میکنن که واقعا از این مباحث. در صورت با این سخن پیامبر یک آرامشی بر قلب ابوبکر اومده بود و اینا همینجوری جلوی پاشون نگاه میکردن. بعد میگو به ابوبکر، یا رسول الله، اگه اینو به ما پایین بیشتر نگاه کنن ما رو متوجه میشن. بعد پیامبر گفت ابوبکر نظرت چیه؟ که ما که دو نفریم، سومین نفر ما الله هست، خدا ما رو رها نمیکنه. در همین موقع یکی از جوانان قریش گفتش که ببینیم داخل غار رو نگاه بکنیم. امیه ابن خلف با تمسخر گفت بابا نمیبینی این عنکبوت اومده در غار اینجا مثلا تنیده و فلان؟ عمر این مثلا حالاتی که در غار هست خیلی قدیمی تر از زمان تولد حتی محمد صلی الله علیه و سلم هست. و ابو جهل گفت قسم به خدا من احساس میکنم محمد در همین نزدیکی های ما یه جاست داره ما رو میبینه و میشنوه ما چی میگیم، اما ما رو مثل که سحر کرده همینجوری باشه. در هر صورت اینها از اونجا منصرف شدن، رفتن به دنبال آثار و نشانه های دیگه بگردن که تا بتونن پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم رو پیدا بکنن، و از اون طرف هم جوایزی تعیین کردن، در بین قبائل پخش کردن، تبلیغات کردن، نماینده هاشون رفتن در بین قبایل عرب زندگی میکردن دیگه تو مسیر بین مکه و مدینه، و در اونجا گفتن نگاه کنید محمد رو به در برای ما گیر بندازید، چه زنده چه مردش، هر کسی بیاره 100 تا از بهترین شتران عرب رو ما بهش هدیه خواهیم داد. خب این یک جایزه بود که همه بسیج بشن برای اینکه رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو بتونن با ابوبکر پیدا کنند و بکشند و جنازه‌شون رو یا مثلا زنده‌شون رو تحویل قریشیان بدن. حالا داستان ما میریم سراغ سراقت ابن مالک. سراقت ابن مالکی که ما میخوایم در موردش این داستان رو بگیم. خب ایشون هم در یکی از همین بالاخره مناطق قبایل اطراف مکه بود و در اونجا نشسته بودن نزدیک مکه، چون جلسات داشتن. عرب این رسمش بود که در هر جای قبایل وجود داشتن بالاخره محلهایی برای جلسه ندوه داشتن، اونجا می نشستن گفتگو میکردن. تا اینکه یه دفعه این هم تو اون جمع بود، کسی اومد از جانب قریش و گفتش که نگاه کنید که بیایید که خبر جایزه خیلی بزرگی گذاشتن. گفتن چه جایزه گذاشتن؟ گفت قریشی ها گفتن هر کی محمد رو زنده یا مرده تحویل ما بده، ما 100 تا از بهترین شترامون رو بهش میدیم. خب هر کسی یه فکر میکرد سراقت ابن مالک هم آدم جنگاوری بود، هم ورزیده‌ای بود، هم آدم کارشناس و کاربلدی بود. این با خودش تنهکار رو گفت خب چرا من 100 تا شتر رو من پیدا نکنم؟ هرسم برداشت اینو با خوبی پیش خودش پنهان کرد، هیچی بقی نگو، من میرم پیدا میکنم یا محمد رو زنده دستگیر میکنم یا میکشم 100 تا شتر مال من میشه. هیچ کلمه حرفی نزد. تو جلسه حالا همه نشستند و گفت اگه من یه کلمه حرف بزنم بقیه میفهمن و دیگه من نمیتونم به تنهایی این جایزه رو برنده بشم. و در همین موقع بالاخره داشتن صحبت میکردن، همین روز میخواست از جلسه بلند بشه که یکی اومد گفت فلانیا به من خبر رسیده که میگن 3 نفر رو دیدن که داشتن در فلان مسیر میرفتن، من گمان کنم اون 3 نفر محمد هست و ابوبکر هست و راهنماشون هست. سراغ تا اینو شنید همه شنیدن کجا بود مسیر فلان بود. سراغ گفت نه بابا اینجوری نیستش، اینا فلانیا و فلانیا بودن، شترشون رو گم کردند و دنبال شترشون میگردن، محمد و ابوبکر اینا نیست. سراغ اومد ذهن اینا رو پریشان کرد که نرن به اون سمت، گفتم میرم حالا خودم اون رو پیدا میکنم. یه کمی هم صبر کرد و دید شرایط آرام شد طوری که اینا متوجه نشن، بدون اینکه کسی بفهمه چه اتفاقی میفته سریع از اون جلسه اومد بیرون و رفت به قول معروف خودش آماده کرد، سلاح نظامیش و امکانات و اسلحه اینا رو برداشت و بعد به اون خدمتکاری که داشت گفت اسب منو بدون کسی بفهمه ببر در بیرون از این محلی که هست، اینجا نشستن در جایی که دیده نشه، دشکش به چشم مردم در جایی ببند، من خودم به اسب میرسونم میرم و هیچ کس نفهمه که من دارم از اینجا میرم.
اینی که از پشت منظرش پنهانی رفت و اسبش هم که کنیزه برده بود در جایی گذاشته بود و این چیکار کرد؟ در اونجا سوار اسب شد و رفت به دنبال پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و ابوبکر و اون راهنما، کاملا مسلح، کاملا آماده، شمشیر، تیر و کمان، هر چی که داشت و آماده بود، به دنبال همون مسیر بود که برای این جایزه رو بعد من برنده بشم، امروز من باید به این جایزه برسم. هم سوارکار بود، هم قهرمان بود، اسب بسیار ورزیده ای هم داشت، قد بلند بود اسبش و خودش هم همینجوری، خودش هم یعنی آدم ورزیده و مثلا به اصطلاح امروز بگیم یک کماندوی جنگی بود و خوب راه‌ها رو میشناخت که چیکار باید بکنه، سر همین تمنش برداشته بود و از طرفی هم دقیق میدونست چگونه باید مسائل رو فهمید، اهل شعر بود، اهل ادبیات بود و خب اسب هم یه اسب خیلی خوبی هم داشت. میگه این در مسیر همینجوری سراغت که میرفت یه دفعه احساس کرد اسبش لغزید، هم خودش سوارکار بود هم اسب خوبی داشت، فال بد زد. عرب این اتفاق میافتاد، فال بد زد، چه اتفاقی افتاده، چی شده؟ دوباره نگاه کرد، اسبش دیدی اتفاقی نیست، دوباره چیش، دوباره سوار اسب شد، دید نه دوباره اسب لغزید، دوباره اسب خورد زمین، گفت این یعنی چه اتفاقی افتاده، تصمیم گرفت برگرده. باز گفت نه بابا چرا برگردم، 100 تا شتر من میتونم این 100 تا شتر رو به دست بیارم. یه دفعه از دور دید او محمد و ابوبکر و اون راهنماشون دارند از مسیر میرن. خب صحنه رو داشته باشید، سراغه حالا متوجه شد که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم تو دیدش هست با ابوبکر و وقتی بود که باید ابوبکر رو محمد رو میکشت و میتونست به اون جایزه دست پیدا کنه. دنباله داستان در روز بعد که انشالله خدمتون ارائه کنم. خدا یار و نگهدارتون باشه.